بچه ها، من دیروز یه شوک عصبی خیلی بد به این وارد شد. یه اتفاقای افتاد و از اون شوک هایی که از شدت استرس شو میکنی گریه کردن، یعنی قشنگ گله گله اشک میومد پایین. حالا دیگه زندگی کردن تو دنیای مدرن الان و اینکه سعی بخوای بکنی به یه جایی برسی خیلی مستلزم اینه که یه سری شوک ها رو بگذرونی. من دو تا چیز متوجه شدم دیروز از رفتار خودم. یکی این که به معنای واقعی استرس ایتینگ رو دیدم. وقتی که اون حالا شوک عصبی در طول روز با من بود، بدنم یه حالت یه درد بدی توی بدنم احساس میکردم که با خوردن غذا، مخصوصا مثلا نون و اینا خوردن یا یه چیز چرب خوردن، این درده میومد پایین برای یه مدت کوتاهی، بعد دوباره میرفت بالا، بعد دوباره وقتی یه چیزی میخوردم دوباره درده فروکش میکرد. حالا یه وقتی آدم یه روزی استرسی رد میکنه، مثل امروز تقریبا دوباره نرمال میشه، مثل من الان واقعا اشتهای آنچنانی به خوردن ندارم، ولی اگر تعداد دفعات روزای این شکلی تو زندگی آدم زیاد بشه و این اتفاق استرس ایتینگ، خوردنی که به خاطر استرس تکرار بشه، این تکرارش در طول یه ماه میتونه یهو باعث اضافه وزن خیلی زیادی بشه. مخصوصا خب بدنی که استرس داره معمولاً تمایلش به سوزوندن چربی خیلی میره پایین، یعنی تمایل بدنت برای سوزوندن پایینه. میزان چیزی که تو میخوری برای اینکه اون فیزیکال پینی که توی بدنت هستش رو آروم بکنی، این اختلاف، این گپه باعث میشه که آدم اضافه وزن پیدا کنه. و این خیلی، این آگاهی خیلی به من هم که من ترسوند، هم باعث میشه که حالا امیدوارم تو آینده نذارم این اتفاق بیفته. دومین چیز اینه که من همچنان آدم بزرگ میشه، بزرگ شده از لحاظ سنی، ولی انگار تو قالب یه بدن آدم بزرگتره همچنان، ولی اون بچه تو وجودش هست و هی باورت نمیشه که این مسئولیت و این اتفاقی که داره میاد اومده و بخشی از بزرگ شدنه. تو هنوز تو اون فاز بچگیتی گاهی شاید. من از وقتی که خب مسئولیت های زندگی به خاطر تنها زندگی کردن و موبت کردن اینا بیشتر شده، حالا من جالبه به کلاینت های خودم که با من ورزش میکنن همیشه میگم من همیشه شماها رو مثلا اگه حد توانتون اینجاست، من تو هر جلسه سعی میکنم یه 5-6% برم بالاتر از حد توانتون، کم هول بدیم بدن رو به یه سمتی، به یه جایی که چالش داشته باشه. این گپی که ایجاد میشه، ما این جلسه این گپ رو ایجاد میکنیم، فشار میاریم به بدن، بدن از الان تا جلسه بعد معمولا میره و این گپ رو پر میکنه. اون 5-6%، 2-3%ی که بهش فشار رو پردیم و میره، حالا عضلاتش رو قوی میکنه، نرو سیستم رو قوی میکنه، مغز اینهانس میشه که بتونه اون حرکات، اون چالش جدید و یه وقتی میشه جلسه بعد که میان همون وزنه، همون حرکتی که شاید راحت در نمیومد یهو در میاد. و تو زندگی هم همین کانسپت اتفاق میفته. ولی بر من اینجوری، یعنی یه روزایی یه سری اتفاقا میفته که این منم و اون اتفاق است. یعنی نمیدونم چیه، نمیدونم چجوری باید باهاش دیل بکنم، یه چیز جدیده، یه استرسی بهم میده، احساس میکنم جونم ممکنه در امان نباشه، مالم در امان نباشه، آبرو حیثیتم در امان نباشه، آینده و موفقیتم و یهو تحت یه ریسک قرار میده. این گپ رو مثلا دیروز اتفاقی که افتاد من متوجه شدم خیلی خوب، حالا مثلا من باید فلان کار اصلا چه اتفاقی داره میفته، چی میخواد بشه، آینده قراره چه جوری بشه، اگه ال بشه، هی هم سناریوهای مختلف تو ذهنت میچینی، بعد خودت یه آدم ناتوان میبینی چون اون گپر رو وجود داره. این گپر همونجوری که آدم حالا تو ورزش به خودش فشار میاره، تو زندگیم وقتی اینجوری نگاه کنی خب این منم و این گپیه که من باید پرش بکنم، اون گپ میشه پیشرفت کردن، پیشرفت شخصی کردن، پیشرفت کاری کردن. یه مقدار باور و تحملش سخته به خاطر اینکه یک دوست داری برگر رون فاز بچگیت که این گپ ها خیلی وجود نداشت، نهایتا مثلا تو مدرسه و اینا بود. از یه طرف دیگه هم تموم نشدنیه، یعنی امروز یه چیزه، فردا یه چیزه، پس فردا یه چیزه، پس اون فردا همه این چیزا با هم دیگه میان. این سیکلی که تموم نمیشه یه مقدار حس امید به زندگی، اصلا میل به زندگی رو تو تموم میکنی. وقتی یه وقتی میشی نگاه میکنی میگی یعنی الان تازه مثلا من جوونم و اینجوری هم 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه همینجوری بخواد، کی میخواد قضیه آروم بشه؟ من هم اینجوری که آدم فکر میکنه و این مسائل هی میاد سمتش، میگه که یه روز از این بر موش میخوره از اون بر، میل به زندگی تو آدم کم میشه. ولی یه وقتی همون اتفاق اگه از یه زاویه دیگه بیا بهش نگاه بکنی، نگاه کردن بهش آرامش به آدم میده این شکلی یه مقدار.
مورد سومی که من متوجه شدم اینه که من وقتی حالم بد میشه، شوک عصبی بهم وارد میشه، هی میخوام به خودم بقبولونم که این اتفاق نیفته. یعنی هی این انگار یه چیزی اومده رو من و من هی میجنگم، میخوام اینو پرتش بکنم بیرون. ولی به ثانیه که میگم خیلی خوب، شوک عصبی بهت وارد شده، تو الان استرسه، انگار یهو یه چیزی آروم میشه برای چند دقیقه، بعد دوباره اکتیویت میشه. شاید در طول روز 10 بار این اتفاق بیفته، ولی اگه همون هر 10 بار به جای اینکه باش بجنگی، که ای بخوای هولش بدی بیرون، بشینی و بپذیر خب الان اینجوری شده، الان ضرب قلب من رفته بالا، یعنی حالت انگار این پرچم سفیدو بیاری بالا جلو بدنت، بپذیری که الان این اتفاق براش افتاده، انگار با تو راه میاد. من کاری که دیروز کردم، تمام روز داشتم باش میجنگیدم، تمام روز میخواستم بگیرم یکی خفه بکنم، انقدر که میخواستم تمام عواملی که باعث شده بودن، که با چند نفر اصلا دعوا کردم، تو تکست دعوا کردم، تو تلفن دعوا کردم، اگه کسی جلو دستم بود یه حرفی میزد به اونم آماده بودم دعوا بکنم. خیلی طول کشید تا بتونم دیگه در واقع خوابیدم شب. ولی اگر میپذیرفتم و یه لحظه میشستم، یا اصلا تمام روزم این انگزایتی با من بود، ولی من میپذیرفتم که آقا امروز انگزایتی، امروز روز انگزایتیه، تموم شد، امروز از دست دادیم، کلن که دیروز از دست رفت. ولی اینجوری باعث میشد که فهمی کنم اون استرس راحت تر بتونه اینجوری دیتاکس بشه، از بدنم بره بیرون. نکته آخرم این که آگاهی داشتن قدم اول تغییره. همه این چیزایی که گفتم اینا آگاهیایی هستن که من دیروز پیدا کردم، و آدم برای اینکه بتونه تو این دنیا سروایو کنه، اگر آدم منعطفی نباشی با تغییرات، خورده خاکشیر میشی. و هر دفعه که خورده خاکشیر میشی، یه چیزی رو از دست میدی، یعنی برمیگردی، ولی یه تیکت میمونه بیرون. دوباره یه روز بعد، یه روز بعد، یه روز بعد. انعطاف آدم باید مثل این چوبای بمبو باشه، خم بشی ولی نشکنی. انعطاف داشتن خیلی اهمیت داره و قدم اول هر چیزی هم به نظر من آگاهیه. اینکه آدم رندومی اتفاق براش بیفته و رندومی واکنش نشون بده، یعنی همه چی انگار یهو به دست اتوماتیک میفته، از دست تو خارجه، یکی یه چیزی میگه و بدن تو هم یه واکنشی نشون میده و یهو یه روز دو روز همینجوری. بعد از طرف دیگه برای من، حالا همه اینا رو بذارم کنار، من تمام فوکس و آرزوام و اینا تو کارم خوابیده، یعنی از صبح که چشم رو باز میکنم تا شب که میخوابم با این آرزوها و برنامه‌هایی که دارم روزگارم رو سر میکنم. صدای ماشین آشغالیه، برای همین هر چیزی که جلوی اونو بگیره، انگار من آینده خودمم تحت ریسک قرار میگیرم. مثلا فازه 35 ساله که من امروز باید براش یه سری چیزا رو آماده کنم که تو 35 سالگی بتونه ازش استفاده کنه، اگر که من امروز نکنم اون کارا رو، اگر که امروز اسخر اینو گفت، چه میدونم محمد اینو گفت، منو مثلا هی خورد کنه و منو هی عقب بندازه، فازه 35 ساله الان نشسته و عقبو نگاه میکنه و دیگه دستش هم به هیچ جا بند نیست، چون متاسفانه نمیشه برگشت عقب. اینم از اتفاقات دیروز. بریم سر کار. امیدوارم که امروز یه روز بهتر باشه، چون من امروز 6-7 کلاینت دارم، باید انرژی ماکسیموم باشه. بچه یه نکته یادم رفت، من با اینکه دیروز خیلی غذا خوردم دوتا کارم کردم. اول اینکه آلموست 13,000 قدم رفتم برداشتم، با سایه رفتم، کلی راه رفتم، خیابونه یانگاره انقدر رفتیم بالا پایین، رستوران هم رفتیم، ولی خب رام زیاد بود. علاوه بر اون ما ورزش هم کردیم، یه تقریبا یه ساعت اینو کلی ورزش کردیم، خیلی بپر کردیم و خیلی خندیدیم. حالا خدا رو شکر من خیلی خوششانسم که سایه رو دارم و دختر خوشروحیه و بسیار سپورتیویه. داشتن یه دوست خوبم واسه این روزا خیلی تفاوت ایجاد میکنه تو زندگی، دوست خوب. و ورزش هم کردیم، خیلی چسبید و مثلا میگه اون یک ساعت ورزش من شروع کردم خندیدن، یعنی استرس کامل رفت. و یه وقتی شدت استرس خیلی بالاست، همون یه ساعت هم که تو بتونی مرخصی ازش بگیری خیلیه. برای همین میگم آخرش من ورزش کردن و بهترین درمان واسه هر گونه، یعنی بدنت خودش از درون دارو میسازه، انقدر که تأثیر گذاره. برای همین اگر کسی دارید که باش ورزش بکنید، اگر که مربی خوبی میشناسین، جایی که زندگی میکنین که بهتون نزدیک باشه، حتما ازش استفاده بکنید و ورزش رو بخشی از زندگیتون قرار بدین. من اگر آدم اهل ورزشی نبودم، دیروز که یهو این اتفاق افتاد،
خب هیچ وقت ورزشی ها وسط موقعی که آدم استرس داره که یهو بلند نمیشه یهو بذارم روز ورزش رو شروع بکنم. ورزش اگه بخشی از زندگیتون باشه تو روزای این شکلی یهو به دادتون میرسه. و من خیلی خدا رو شکر گذارم که از چندین سال پیش، حالا مثلا بگم از وقتی که اومدم کانادا، ورزش بخشی از زندگیم بوده، چون تو مراحل مختلف واقعا نمیدونم چجوری فیزیکی بدنم چجوری میخواست تحمل بکنه که اون مرحله رو بگذرونم، اون فشارهایی که میاد از بدنم بیاد توش نمونه و رد بشه.